آغاز کار بازسازی شرکت دولتی پروسس کننده شیر در ولایت هلمند. بازسازی این شرکت 42 میلیون افغانی هزینه برمی دارد و شرکت خصوصی کار آن را به پیش می برد. مسئولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری این ولایت می گویند که با فعال شدن این شرکت برای تولیدات مالداران بازاریابی خوب می شود و از سوی دیگر اقتصاد مالداران نیز از بهر فروش شیر بهبود می یابد. این شرکت ظرفیت پروسس 40 تن شیر را در روز خواهد داشت. تقریبا دا په 8 ساعته کې 40 تنه تولید لري د شیدو، او دا رقم په دې کې پنیر، خمی، مستې، شیدې، شلومبې، دغه سی پیروي د شیدو انرژي په دې کې ان شاء الله د په حال د پر دغه پروسس کېږي. په اینده کې به ان شاء الله دې ته دوی نور من انکشاف ورکړي. شمار از باشندگان این ولایت می گویند که در حال حاضر تولیدات آنان به بهای اندک به فروش می رسد و با فعال شدن این شرکت امیدوارند که تولیداتشان به قیمت بلندتر به فروش برسد. مالداران لپاره، خپل د زمینداران لپاره دا یو ډیر غټ اقدام دی، ځکه چې مخکې به دغه شیدې ولسونو اخیستلې په بازارو کې به په ډیر کم قیمت کله خرڅ کړي، کله نه، کله به مطلب دې ته خریدار پیدا کېدی، او کله به بیا نه و، ځکه په دوامداره ډول دې ته موږ یو داسې ښه مرکز نه درلودی. اوس انشاءالله د دې دپاره دا دی دغسې یو ښایسته ځای جوړ شو، انشاءالله دا مشکلات په ټول د دوی سره حل شي او قیمتونه به هم ورسره لوړ او سم وي. مالدارانو پخوا په بازار کې شیدې به په ډېر ارزانه ډول خرڅېدلې، نو د دې فابریکې د پالولو سره به د مالدارانو شیدې په بازار کې په ښه ډول خرڅېږي او اقتصاد به نور هم تر دغه جوړ شي. با فعال شدن این شرکت برای بیش از 100 تن زمینی کار نیز فراهم خواهد شد. در حال حاضر 80 فارم گاوداری در هلمند فعال است و این فارم ها روزانه بیش از 40 تن شیر تولید می کنند.